بر اساس آماری که بلندپایه‌ترین مقام حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده است، حملات دولت سوریه و متحدان آن در استانهای ادلب و حما در 4 ماه گذشته بیش از 1000 نفر تلفات داشت، از جمله بیش از 300 کودک. چنان که بهنام ناطقی از نیویورک گزارش می‌دهد، عملیات احداث یک ناحیه امن در مرز سوریه و ترکیه با شرکت نیروهای آمریکایی از چهارشنبه آغاز شده است. 1000 نفر در 4 ماه. موضوع تشکیل یک ناحیه غیر نظامی امن که گفتی برای آواره ها و اهالی استان ادلب و حما که زیر آتش نیروهای سوریه و متحدانش قرار دارن، بخشی از تعهدات متقابلی بود که رؤسای حکومت‌های روسیه و ترکیه در تفریحگاه روسیه سوچی اعلام کردند، اما تا حالا به مورد اجرا گذاشته نشده بود. خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیروز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو به خبرنگارها گفت که در همین ناحیه به اصطلاح غیر نظامی 1031 نفر در اثر حملات هوایی و زمینی نیروی دولت سوریه باید بگم طی 4 ماه از 29 آوریل تا 29 آگوست جان خود را از دست دادند. 58 نفر هم قربانی نیروهای مخالف حکومت سوریه بودند. خانم باشله بحران در ادلب رو یکی از بدترین بحران‌های 8 سال جنگ سوریه توصیف کرده. به نظر میرسد که در راه تثبیت قدرت و کنترل این مناطق، تلف کردن جان غیر نظامیان اهمیتی ندارد. بالا گرفتن درگیری‌ها فقط به کشته شدن و آواره شدن گروه بیشتری از غیر نظامیان منجر می‌شود که بارها به خاطر شرایط ناگوار انسانی مجبور به نقل مکان شده‌اند. من از همه طرف‌های درگیر و دولت‌های قدرتمندی که حامی آنها هستند تقاضا دارم که اختلافات سیاسی را کنار بگذارند و کشتار را متوقف کنند. نوار مرزی شمال سوریه آخرین سنگر رزمندگان مخالف حکومت اسد است که ماه‌ها زیر بمباران هوایی و آتش توپخانه دولت سوریه قرار دارند. این همون ناحیه در مرز ترکیه است که قرار بود اون رو به عنوان یک منطقه غیر نظامی از بمباران و آتش توپخانه مصون نگه دارن. بنا به گزارش خبرگزاری کردی ANHA یا انها و ناظران حقوق بشر سوریه که مستقر در لندن هستند، نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان محلی تحت عنوان شورای نظامی رأسالعین از دیروز گشت‌های خود را اینجا شروع کردند. ترکیه شورای نظامی رأسالعین رو به نیروهای دموکراتیک سوریه یعنی SDF وابسته میدونه که هفته پیش اعلام کرده بود میخواد نیروهای خودش رو از رأسالعین و شهر مرزی دیگه تل ابیاد بیرون بکشه. تصاویر مربوط به گشت مشترک دیروز نیروهای آمریکا و شورای نظامی رأسالعین رو داریم نگاه میکنیم. ترکیه مایل هست که به کمک آمریکا این ناحیه 30 الی 40 کیلومتری از شرق رود فرات تا مرز عراق رو تحت کنترل خودش داشته باشه. ترکیه نیروهای مسلح کرد در این ناحیه که تحت حمایت آمریکا قرار دارن تروریست میدونه که هدفشون قیام ضد حکومتی در خاک ترکیه است.